با سلام درود احترام خدمت هموطنان در جای جای ایران و دنیا، به نسل جوان، به نسل جوانی که خیلی از این حرفا باور کردن براش خیلی سخته، خیلی سخته. اما اونه که همسن سال ما هستند و یه خورده پیرتر یا جوانتر، این صحبتی که من میکنم رو لمس کردن، لااقل دیدن. داشتم مطالعه میکردم اخبار روز رو و دیدم که آقای نعمت‌زاده وزیر صنایع اوائل توطئه نگین و این اواخر و مدتی هم وزیر معاون وزیر نفت بود، الی آخر داشتم زندگیشو نداشتم، این پرونده دادگاه ها رو میخوندم تا رسیدم میشه 16 میلیارد و رسیدم به ویلای دختر ایشون و رسیدم به اینکه داماد ایشون و خیلی ها توی این پروژه دست داشتند. زندگی 40 سالم و 44-45 سال اخیر رو مرور کردم و الان که برای شما صحبت میکنم نه درد دل باشه، یک مرور میخوام بکنم، بعد از آخرش نتیجه گیری بکنم. شاید این کلیپ یک ساعت نیم طول بشه، اشکال نداره، چند قسمتش بکنم. نمیگم که همه هم تماشاش میکنم، اما من یک زمانی براتون افتخارم بود که 24 تا شاگرد دارم، 12 تا شاگرد باید میگرفتم، 12 تا اضافه میگرفتم، 24 تا شاگرد داشتم. این کلیپ را قطعا 150-200 نفر خواهند دید، پس باز من برنده هستم، اونم در این سن سال. اون زمان اوج جوانی بود و انرژی بود و توان بود و انگیزه بود، که الان انگیزش هست اما افتخار میکنم. من تو کلیپ های قبلی مال خاطرات تعریف میکردم، دیدین که مثلا گفتم یه جا 60-70 نفر که لایک میکردن یه عده سکته میکردن، برام خیلی 60-70 نفر زیاد بود. الان خوشحالم که تعداد زیادی کلیپ هم میبینن، یه عده هم براش باورش سخت، اشکال نداره. قصه هم گوش کنید، حکایت گوش کنید، خاطره گوش کنید، این همه میخونید، این همه فیلم میبینید، اینا فیلم های این ورور میبینید، داستان مختلف میشتر اینم روش. خدمت شما ارسانم که من قبل از این توطئه ننگین، قبل از که اتفاق بیفته، یکی از جوانای فعال و پرکار و ضمناً پولدار بودم. من قبل از این توطئه ننگین چند تا ماشین داشتم، الان عکسشم بعضیشو گذاشتم، پژو داشتم، یه شورت ایران داشتم، شبلت ایران رویال و موقع واقعا رویایی بود. برزاستون خیلی میرفتم دیدم یه ماشین داره جلو من میره، شبلت ایران بود، شمارش 5 بود، 4-4. گفتم باید ماشین رو بخرم، در سطح ندارم، از اینجور بود. و من چون وقتی کار میکردم فقط کار میکردم، تفریح میکردم وقتی مطالعه میکردم فقط مطالعه میکردم، زمانی که مدرسه میرفتم فقط مدرسه میرفتم، یعنی در هر کاری که بودم بچه هایی که اونجا من رو میشناختن میگفتن که این فقط همین زندگیش، چون انسان با در حال زندگی کنه لذت ببره و کیفیت کار رو ببره بالا. در نتیجه وضع اقتصادی خیلی خوبی داشتم، چون من چند تا کار رو نمی کردم. مادرم دعوا میکرد که مشروبی چرخ نخوردم تو عمرم، سیگار نکشیدم، مواد مخدر استفاده نکردم، هیچ وقت خمار بازی نکردم، نه که بگید رو اعتقاد من اصلا صادقانه بگم، نه، من مشروب که میدم یه دمی خورم به چه حالی در میان، زمینی که من خود در سن سال پشت پناهی که نداشتم، خودم تک بودم، دوستای خوبی داشتم، خدای من سرنگ طباطبایی بود، سرنگ واسعی بود مشهد و خیلی های دیگه بودن، از من حمایت میکردن، تشویقم میکردن و نمیخواستم جلو اونها چیزی بشه سرم پایین بیفته. و سیگارم که خب بدم میومد، هنوزم بدم میاد و الی آخر. من تنها کاری که خرف بعده کردم راجع به مادرم، چون همیشه میگفتم مادرم دعوا میکنه، گاه گداری آدم شویدم، چون آدم سنده مرد باله مرد نیست نبود بچه بگذاریم. در نتیجه وقتی که انسان کار بکنه و پولش رو تو راهای که تلف بکنه برای، خب پول میمونه. من چند تا چلوکه آبیزان در ماه بخورم، در هفته بخورم، چلوکه ها بهترین چلوکه ها ممتاز بود، 15 تا 1 تومانی بود، با نوشابه هم مخالفه چلکه و برک گویده 8 تومن بود. من تفریمی بود که بعد از کارم غذا بخورم،
رفتم میخوردم، بچه ها رو میبردم بخونم. دوستان این چیز نشه براتون میخوام تعریف کنم تا برسیم به جای جاش. در نتیجه پسنداز خوبی داشتم. من از 15 سالگی حسابدار داشتم. البته اینا برای جوان دور زمان خیلی سخته باورش، اما وقتی که انسان توی مشکلات و مسائل بار بیاد اینا طبیعیه، مخصوصا که پناهنده هستن تو کشور مختلف که تن به کار میدن و کار میکنن میفهمن چی میگم. نیاز هست که انسان رو به این کارا وامی داره، احتیاج هست و اجبار. ولی من سعی میکردم اگه اجباری هم هست نیازی هم هست با طیب خاطر بپذیرم و کار کنم. من از 16 سالگی 15 سالگی حساب داشتم، بعد پیمانکاری زدم چون سنم قالی نبود، نمیتونستم کارهای به قول معروف شرکتی بکنم، شرکت ها 18 سالم میشد. خب پیمانکار یعنی که من میرفتم کارهایی که دیگران قبول میکردن برنده میشدن، من میرفتم با یک قراردادی باشه میبستم و هرچند به قیافم نگاه میکردن سخت باورش، اما خب میدادن کار رو، میگفتم یه فازش انجام میدم، یه قسمش انجام میدم، اگه خوشت نیمد لغوش میکنیم. بعد پولم آخر کار با میدادن، من دستبالم باز مشکل نبود. موقع پولم مثلا با کسی 30,000 تومن داشت دیگه آقا دست خودش. کار پیمانکاری میکردم، دو تا کار همزمان انجام میدادم، یکی کارهای تعمیرات، خدمات، نمیدونم جوشکاری، نمیدونم کولر نصب کردن، کار تأسیسات میکردم، یکی هم کم کم وارد کار ساختمانی شدم. پیمانکاری میکردم، یعنی کار قبل میگرفتم انجام میدادم، طبق نقشه طبق اصولا پیش میرفتم تا 18 سالگی خودم شرکت زدم. من سال 1354 18 سالم شد، من متولد 1336 هستم، یک تیر 1336. شناسنامه دو سال کوچیک کردم که قبلا گفتم به خاطر یه بورسیه بود این کارو کردم و بو بورسیه نرسیدم. سال 518 سالم شد که من رفتم تحصیل گرفتم و تحصیل پای دو گرفتم که دوری اون موقع خوش دنیایی بود، هیچ افسری قبول نمی‌کرد قیافه اون که من تحصیل داشته باشم، چون گواهی نامه داره همه داشمشتی بودن، سیویل ها خلاصه بناگوش در رفته و از کلاشاپ و باحال بگذاریم. بعد خب پس وضع کاریم خوب بود، خیلی خوب روش میکرد، من هنوز ساختم تو مشهد ساختم هنوز هست و من آدمی نبودم تقلید کنم، یعنی اگه کاری قبول میکردم خودم روش فکر میکردم و میگفتم اون چیزی که ساختم مهم نیست، من بهترش باید بسازم، ابتکار رو خرج بدم، همین کارو میکردم. من هیچ وقت یادم نمیره وقتی یه زمین خواستم تحویل بگیرم که تو ساختمون بسازم، مثلا یه قواره زمین 300 متری بود، 10x30 مثلا 15x20، شاید باورش سخت باشه اما همونجا سر زمین، خب میدم زمین شمالی یا جنوبی یا خاص شرق غربی هر طور هست، همونجا میشستم در آن واحد 4-5 دقیقه فکر میکردم، طراحی میکردم تو ذهنم و تو ساختمون راه میرفتم، ملکه ذهنم میشد. بعد بر اساس اون نقشه میکشیدیم، 3-4 نقشه میدادیم به صاحبکار، یکش قبول میکرد و بر اساس همون اجرا میکردیم. همیشه هم کیفیت کارم بالا بود. خیلی اتفاقات طنزی هم در طول زندگی در این طول هم افتاد که حالا دوستاش تعریف کنم براتون خورده بخندید. یکیشو میگم، ساختمون گرفت بودم تو خبر ابسر بود، خیر هنوز هم ساختمون هنوز خرابش نکردم. بعد باید 5-4 میکندیم، اینا رو میگم هم درس باشه هم خاطره باشه هم خسته کننده نباشه، چون که میشود 2 ساعت طول بکشه. بعد 5-4 باید میکندیم، بعد مادرم به من گفتش که رضا جان، گفتم بله، خوبی بابا اسماعیل که چاکن تو محلمون این رو بر کار کنه، گفتم مادر من این کار مال مردمه، چاه هم که خلاصه چی، گفت نه آدم سالمیه. گفتیم باشه. ما با اسماعیل صحبت کردیم، 3 تا چای زرندر زهر، زرندر 1 متر 1 متر خود بیشتر و 2 تا چای معمولی برام بکنه، 18 متر بکنه بره پایین، 6 متر هم سو بزنه، یعنی 2 تا 3 متر سو بزنه که آب بشینه و بره پایین. خلاصه اینو شروع کردم به 4 بکندن و کار مال مردم بود، من پیمانکار بودم دیگه، کار باید انجام میدادم. بعد از 2 هفته دیدم که کارشون دارن جمع میکنه، استاد رمز شاگردش گفتم چیکار میکنی، گفت چی دارم تموم شد، گفتم استاد رمز تموم شد باره. خود فکر کردم تعداد باری که رفته خاکی رفته زمانی کار کردن نمیخونه با 5-4-18 متری 5-6 متر سومش 30 متر خودش دنیای کار میبره. خلاصه گفتم بابا اسماعیل، اوه گفتم بابا اسماعیل بره، گفتم بیا زحمت که اینجا اومده، گفتم میشه بری تو چاه، چون من تو چاه نمیتونستم بریم، اونا که اهل فن هستم میدونم چاه نمیشه تو چاه رفت چون هوای او پای اکسیژن کم اذیت میکنه. گفت بله، رفت پایین و گفتم استاد رمزون گفت چی، گفتم تو برو تو چاه، گفت بابا اسماعیل رفت تو چاه، گفتم مگه شما 6 متر سوراخ کردی 3 متر اینور 3 متر اونور، گفت چرا، گفتم یکی بره توی یه سوت و توی سوت اون سنگ بندازم. گفت اسماعیل اوه، گفت چیه، گفت بیا بالا، بیا بالا پازل بچه‌مو یتیم کنم، درستون ندم اینا در روز یه کار کردم.
خب جوان بودیم، باید کار درست انجام میدادیم و این تیکای کار برای ما ارزشمند بود و برای صاحب کارم همچنین. در نتیجه کار ساختمون زمان دوستان میدونن قبل از این تورته ننگین 57 خیلی درآمد داشت، کار خیلی خوبی بود و اگر خود سر کارت بودی کار سری پیش میرفت. من محال بود که کاری که قرار بستم مثلا برفرض در اردیبهشت 15 اردیبهشت تغییر بزنم پیش 16 اردیبهشت 10 اردیبهشت تغییر میده، ولی هیچ وقت نمیشد. میدویدم صبح تا شب کار میکردم. آخرین کاری که من تو مشهد گرفتم از اینجا بخوام شروع کنم قصه رو، فروشگاه ارتش مشهد بود، اتکا. رفتم 1,200,000 تومان قرارداد بستم کارهای امنیتیش انجام بدیم و تأسیساتش درست بکنیم، به روزش کنیم. فروشگاه رو تعطیلش کردیم و شروع کردم کار کردن. من که از خصایص کارم این هست که پول اول نمیگیرم. البته ارتش اول پول نمیداد. باید مثلا صورت وضعیت می‌نوشتیم، گزارش می‌دادیم و الی آخر. من گفتم من که پول رو هزینه کردم، همه جنس خودم خریدم، فلان کردم، مشکل نداشت. یه از آخر میگیرم. می‌دونم پول دولتی دیروزو درست خصوص نداره. 90% کار انجام شده بود. تمام ابزار کارمون توی فروشگاه ارتش بود. ما سه شیفت کار میکردیم. من که سابسانات هم زندگیم همه چی اون تو بود. شبا همونجا بوم میموندم. 2 ساعتی میخوابیدم. که فروشگاه رو تمامش کنیم که باز بشه. نمیدونم. 9 بود 10 بود. دی ماه 57 مردم ریختن و این آتیش زدن. مردم که چه از کنم. بچه مجاهدین ریختن آتیش زدن. و من فکر نمی‌کردم که مثلا فروشگاه به این عظمت، به این بزرگی، 2500 متر انبار، 2500 متر طبقه همکف، 1250 متر طبقه بالاش، نیم طبقهش بی سرعت آتیش بگیره. جلو سوپرمارکت شروع شد آتیش زده بودن. تماس گرفتیم به آتیشنشانی که آقا بیا اینجا آتیش زدن. بعد بچه‌ها کار می‌کردن. اما آتیشی که پرت کردن، کوکتل مرتبی پرت کرده بودن، افتاده بود جلوی این جایی که پیف بافا بود، موقع پیف باف بود و بهبه ها بود، جورنا افتاده بود و اینا آتیش کردن، شروع کردن ترکیدن. اینا این موشک توی فروشگاهی بربر میرفتن و به هر جا میخوردن منفجر میشدن و آتیش گرفت. غرفه فرشا که بارود آتیش گرفت با پارچه ها، دیگه دیدم که جای موندن نیست. گفتم بچه بزنیم بیرون. همه وسایلمون تو موند، همه ابزار کار و همه زندگیم، حتی کاپشنمون تو موند و اومدیم بیرون و فروشگاه آتیش زدن. وقتی آتیشنشونی خواست بیاد شروع کردن به درخت ها انداختن، درخت های بزرگی توی خیابون بهار انداختن که آتش نرسه و شروع کردن غارت کردن فروشگاه ارتش. سرخی و ممرزاشات خیابون بهار درصد رو ندم. کلی اونجا اون روز مردم، چون زختی میخواستن داشتن انبار خالی میکردن، انبار شکر، برنج، روغن، همه چی بود دیگه، پارچه، فرش، همه چی بود، هر چی فکر کنید بود. و چند جا کپسول گاز منفجر شد، چند جا اتفاقی افتاد و تعدادی اونجا از بین رفت. ولی خب میبردن، غارت میکردن مردم، غارت میکردن. در ساعتون ندم فروشگاه ارتش آتیش گرفت، من کار تعطیل شد، هم ابزار کار نداشتیم چون همه زندگی اونجا بود، هم که اصلا مونده بودیم. من حدود 44-45 کارگر غریبه داشتم. نیروهایی که داشتم از استان دیگه اومده بودن، یه ده خود بومی بودن که مشکل نبود، 44-45 نفر رو نمیتونستم بگم برید. من از دیماه که اتفاق افتاد که روزم یادمه، خدا بیامرز شهید شد، سرهنگی بودم، کلاهی یا کلام یادم نیست، روزه ندارم، که اون ظرف چند دقیقه من دل جگرش بار درختان داشت بخار میکرد تو دیماه و سرد بود. آمد رو ما برادر هم دیگه هستیم، مجادی ریختن و الاخر. بعد من چون خونه داشتم، خونه مجاری داشتم خودم و پر معروف قصد ازدواجم داشتم، من اینا نگرشون داشتم تا یکی 2 ماه حتی بعد از این انقلاب ننگین نگرش داشتم، نگرش داشتم کارگران نزشم برن و حقوقشون دادم زندگیش دادم تا قصه تعریف که از مشهد شروع زدم بیرون رفتم و الاخر. خب 1,200,000 تومان قرارداد داشتم، 1 قرارداد بگیرم 1 ریال و نامه نوشتم به تهران که اتکا تهران بدن. نوشتم ایسی عراض روباش حمله کردم به فروشگاه و درستم بود. بعد از این توته 57 عراض روباش من سر کار خودشون دیگه در سطح ندم. همین آقای بهزاد نبیبی این اول مدیر کل اتکا بود. من رفتم تو دفترشم که کسی نیست، گفتم برو تا پایین هستم. رفتم دیدم که توی آبدارخانش هست، دفترش اونجا تو آبدارخانش هست. نگاش کردم گفتم اگه از بحر ریا میکنی وای به تو، اگه از بحر خدا میکنی وای به ما. خب برادر امروز میکنم گفتم جمع کسی کسی تفاید مدیر آمین. خب دفتر که هست چرا اینجوش هستی؟ که بعد دیدیم که دیگه چه کارهایی کردن. خلاصه چی دستمان نگرفت و دیدم نمیشه و البته پیش یک آخوندی منو فرستادن. خلاصه گفت 10,000 تومان برادر کمک کنید. گفتم 10,000 تومان صدقه سلیم مال خودت نمیخوام.
و من دیگه ولش کردم، از مشهد رفتم، مدتی بودم بعد رفتم که رو قبلا تعریف کردم. اما اینجا پرانتز باز کنم، من بعضی از دوستایی که مثلا کاری میخوان شروع کنن، میخوان کاری انجام بدن، میگم برو شاگردی کن، اول برو شاگردی کن یاد بگیر بعد بیا، یک دفعه شروع نکن. اگه ما شروع کردم، اگه من کار میکردم در 18 سالگی موفق بودم، شاگردی کرده بودم، تو سری خورده بودیم، حرف شنیده بودیم، زیر دم کار دستون بود. این فونداسیون میمونه. شما ساختمون میخوان بسازید، تا فونداسیون درست نکنید فونداسیون دیده نمیشه، زیره. اما فونداسیون است که بار تحمل میکنه. اگه فونداسیون نباشه هر چقدر بسازی خراب میشه، یه روز نه دو روز خراب میشه. ولی کسی که شاگردی بکنه فونداسیون ساخته، پایین کار کرده و الی آخر. خب بعد از این انقلاب ننگین شد و الی آخر، و من بعد چند ماه زدم بیرون و تعریف کردم از قبلا، ولی خب اومدم و بعد شروع کردم به دوره دیدن برای مربیگری الکترونیک و تبرید. و بعد اونجا دیگه که به فکر افتادم که من بیام موتور یخچال بسازم، تولید کنیم، چون موتور یخچال ایران خیلی کم بود، یخچالای بی کیفیت از ترکیه وارد میشد و خیلی مسئله دیگه. یه دفعه همه چی قطع شد، کارخونه ها خوابید، تولید خوابید، واردات قطع شد و خیلی مسائل. تو موقع بنی سر شد و تازه رئیس جمهور شده بود و تازه که مدتی شده بود. پرونده من فرستادم پیش بنی صدر و من رفتم پیش بنی صدر. نمیدونم پسر عمو شده، پسر خالش بود که بود اونجا رئیس دفترش بود، و سه چهار بار رفتم گفت هنوز آقا پرونده رو ندیدم، چون اصلا عرض دستی ایشون بود. خلاصه بعد از چند کتا آقا من وقتم اصلا رو نیوردم، من وقتم میگن وقت تلاس های تلا قیمت داره، وقت قیمت نداره، بیشون بگید و سایه برشینید. در زدم رفت باز کرفتم تو، موقع هنوز اینقدر در چاک بس نداشت، یه فنر بود فقط. رفتم تو گفتم آقا این تکلیف رو روشن کن، یا آره یا نه. پرونده من گوشه میزش بود، حالش داد و گفت من با موافقت نمی کنم. تکبر، فلاکت و بدبختی تو وجودی بشه از ما ابتدا بودم. بلی صدرم، بلی صدرم، یه تکبر خاصی داشت، این بار همه نمی فهمن به فلان. پرونده من افتاد دست میز پایین و کاغذش ریخت. گفتم آقا چرا موافقت نمی کنم؟ تا زمانی که من هستم موافقت نمی کنم، ببخشید من داشت درمی همون حالت بود. گفتم منم اینقدر صبر میکنم تو بری. بعد داستان تعریف کردم براش، گفتم که خریداش میمرد و یه گرگ اومد رو سر کنارش، گفت چرا این نشستی؟ گفت مزد تو بمیری تو رو بخورم. گفت من تا جمعه نمیرم، گفت من تا شنبه بیکارم. گفتم من آقای بری سرد اینقدر صبر تو بری که رفت. و و جرقه اول من برخورد با مسئولی از اینجا شروع شد، از اینجا شروع شد. البته موقع دکتر بهشتی بود رفتم پیش ایشون، انسان موقر خوب، یعنی اون موقع خوب بود، حالا بعدم اگه میمون چی میشد من نمیدونم، ولی انسان بود حرفو گوش میکرد، بالا پایین میکرد، سبک سنگین میکرد و بگذریم. خب من چون قبل از این شورش ننگی کار کرده بودم، کار تولید کرده، کار تولید که چه از کنم، من ساخت و ساز کرده بودم و اقتصاد این مقدار سرم میشد و کار میکردم و دوران بچه که هم گفتم تو کاخ نوشابه کار میکردم، امسال هم این قضایا تو وجود من بود. نمیتونستم برم کار دلالی بکنم، واسطه گری بکنم، کاری که میرحسین راه انداخت کشور جلالت میرحسین کرد، داردستی اصلاح طلب ها کردم که نمیتونستم کارا رو بکنم که برم سکه بخرم بفروشم، برم دلار بخرم بفروشم. تو ذات انسان نیست، باید هر چی تو ذات انسان باشه، اگه نباشه نمیتونی، نمیتونی. خب گذشت و تا خاطرات تعریف کردم براتون، حالا یه خورده ببینم چطور تقرعت میشه از این قصه. من اومدم رفتم بندر عباس یه پاساژ درست کنم، یه ساختمان اونجا، یه بازار چیز حساب خرید فروش درست کنم، چون یک پاساژ من توی شما زده بودم، زلزله اومد بین نوشهر چهارروس برام هلستان و این زلزله اینو تقریبا خرابش کرد و زلزله یک تیر 1369 بود فکر کنم، تیر ما 60 بود، زده رود بارک ما ساختمان خراب شد. حالا چند سالی وسط گذاشتم که بعد بخوام به نتیجه برسم. رفتم اونجا تو بندر عباس و اشتباهی رفتم، رفتم صنایع نامه اس بدم، دیدم اونجا نشستن و بعد دیدم وزیر صنایع همین نعمت، همین نعمت نشستن اونجا و بعد فکر کردم جزء مهمان هستم، نشستم جلسه بود داره صحبت میکنه. برای ایشون نوشابه آوردن، نوشابه های یک بار مصرف پپسی که از دبی می اومد، از عربستان و دبی می اومد، تو ایران وجود نداشت. بعد ایشون گفتم من نمیخورم، خیلی جالب بود، گفت من نمیخورم. و بعد چون اینا صادراتی از اونجا میارن، ارز خارج میشه سال، اون موقع میگفت سال 2 میلیارد تومان ارز باید خارج میشه، اصلا میلیارد به گوشمون سنگی میومد. اگر یک نفر پیدا شود و این نوشابه دیگه برای سطح ایران تولید کنه، من همونجا حمایت میکنم. من خود 2004 تا کردم، یه خود بار پای همونجا گفتم آدمش من میکنم.
خلاصه درستتون ندن. از اینجا بخواهد فاز آقای نمازم بخواهد بشه. دیگه به جایی که بخواهم پاساژ بسازم، پاساژ شما رو ساخت به شما هم که طبعا فروخته بودم و همین پدر رو بلازم سر من و کلا بودش اونجا با همین رفیق دوست و با همین آیت الله جنتی کلان همه کار به قول معروف هست. اینا یک چیزی بود به نام سازمان اقتصادی اسلامی بود، اینا اونجا بودن، هیئت مدیره بودن و اینا سر من و کلاه گذاشتن. آمدن گفتن ما قیمت 170 میلیون ملکی تو رو میزنیم 80 میلیون تومن که مالیات ندیم. منم گفتم توی آیت‌الله و آخونده و اینا، خلاصه قبول کردیم. بعدن دبه در آوردن گفتن تو ملک 80 هم فروختی و این امضای زیر سند امضا زدی، همینجا زدی که همین آقای زنب آقای آخونده زنبش گفتم آقا امضا نکن، میگم که تو نمیدونی. گفت آقا من نمیدونم، امضا کرد رفت. همین پدر زن به خودم گفتم بگذاریم، داستان خیلی زیاده. خلاصه من هنوزم از اون پول ساختمون 15 میلیون تومان سال 1369 طلبکار از اینا 15 میلیون اون زمان رفتم. بعد شروع گفتم باشه، من شروع کردم بررسی کردن، مطالعه کردم به بحث کارخونه مشابه و یه حرفا و یه بار مصرف و جدی کار گرفتم. اینا هم سریع من مخلصی دادن و کاراش کردن تو شهر میناب من بزنم، شهرستان میناب. یه زمین رفتیم دیدیم اونجا گرفتیم. بعد دیدیم که آقای پدرم خرم استاندار بود و اومد و گفت نه خیر اینجا نباید بذاری، باید اینجا بزنی. رفتم گفتم آقای خرم اینجا پایین صد، ای خدا نگه صد زیرش ور بشه یا آبر بشه. گفت من استاندارم یا تو؟ گفتم جناب علی. گفت من والی هستم یا تو؟ گفتم گفت مک بد میگو بزن. گفتم من نمیزنم، کار اشتباهه پایین صد زدن. و رفتم رودان، رفتم رودان، رودان شک ساعتی نداشت، شک ساعتی نداشت و تمام کار شخص از رودان من کردم. خودم زمین پیدا کردم، رفتم ثبت کردم، توپوگرافی کردم. اوف تا زمین شخص از ثبت کنم که هنوز 60,000 زمین تو شخص از رودان من دارم از همون سال 1370. خلاصه شروع کردم به کارش انجام دادن و سریعا هم شروع کردم به ساخت ساز و امثال همو. بعد رفتم آلمان و پرفورما گرفتم، چند تا که فیلم های نمایشگاهش هست که رفتن نمایشگاه مختلفو و با کروپ و آلفیل کنار اومدیم، توافق کردیم ما این کار انجام بدیم. دیگه نعمت زادم خوشحال شد که یه نفر کارش انجام میده، کاری که گفته انجام میده و قرار شد من نوشابه یک بار مصرف تورم بزنم، همون کنها باشه و هم نوشابه های خانواده یک بار مصرف. اون موقع نوشابه خانواده یک بار مصرف اینجور نبود، تش یک قپه میخورد با رو وای میستاد. رفتیم اونجا دستگاه شدیم، کاراشی کردیم، همه صحبت ها شد و ما اومدیم پرفورما رو دادیم. 24 میلیون دلار یا 36 میلیون مارک اون زمان ما بریم دستگاه وارد کنیم. خوب کارا شد، همه تمام شد، بحثا بسته شد. دو سر چند سفر رفتیم، دستگاه انتخاب کردیم، کارا کردیم. روزی که بعد من بعد فرداش میرفتم آلمان برای قراردادنامه‌ای و باسن ال سی، یه رئیس دفتری داشت آقای نمازاده نمیدونم کراس فامش یادم رفت، آقای عبدالله اینا هم کسی یادم نیست، حضور زن نداره. زنگ زد که فلانی پاشو بیا آقای نمازه کارت داره. من براش رفتم اونجا و یکی از مشکلاتی که من با اینها داشتم همیشه توی چند سالی که داشتم کار میکردم، شروع کردم به کار، من 1369 شروع کردم، 1300 و اسم شرکت گوشم آریان دریا، مهرم هم دوتا چیزه پرسپولیس بود و اینم بود اسم آریان عوض آریان. گفتم آقا، گفت چرا اسم آریان گوشی؟ گفتم میخوام از خدا خواستم یه پسری دختر من بده، اسم پسر از آریان، اسم بخورم دریا. خلاصه همیشه این سری آرم اینا رو مشکل دو سر مرکی میزدم، این سرهای چیزی که میدن این رو روانی میشه ولی کار نداریم.